با درود به بینندگان خوب تلویزیون پارسا، عسل پهلوان هستم و دقایقی رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا هستید سلامت باشید و پایدار. بینندگان عزیز که در آمریکا هستید، خب امروز دوشنبه است و روز تعطیلیه و در واقع آخرین ویکند تعطیلات تابستانی به حساب میاد. عده‌ای در سفر و عده‌ای هم در حال مهمونی برگزار کردن و عده‌ای هم در حال خرید کردن های آخر هفته این ویکند تابستانی هستند به دلیل حراج ها و چیزهایی که دیگری که در آمریکا هست. امیدوارم در هر صورت دلتون شاد باشه، هرچند که من همیشه اینو میگم تا موقعی که در مملکت ما آزادی و آرامش و صلح نباشه، ما هیچ وقت اون خوشی که باید داشته باشیم رو نداریم. هرچند که خب روزگاری است و ما این ور آب هستیم و زندگی خودمون رو هم میکنیم، ولی واقعا درد زندانیان، درد خانواده های دادخواه، مشکلاتی که زندانیان بیمار ما دارن و از اینکه درمانشون کنن محروم هستن و خانواده هاشون یکی پس از دیگری با خیلی از مشکلات دارن دست پنجه نرم میکنن و واقعا ما جز اینکه صدای اونها باشیم چیز دیگری نداریم. و من همیشه اینو بارها گفتم، مبادا فراموششون کنیم و من بر این باور هستم و بر این شعاری که نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم خیلی به کارش میبرم و خیلی در برنامه هام استفادهش میکنم، ولی به واقع بهش اعتقاد دارم که این یه ما نباید فراموش کنیم، نباید فراموش بکنیم اعدام هایی که از همون آغاز جمهوری اسلامی در سال 1357 شروع شد و به ناحق در طی این سالها تعداد 100,000 نفری رو که اعدام، بیش از اینش رو اعدام کردن. هم عقیده ما باشن یا هم عقیده ما نباشن اون مهم نیست، مجاهد باشه، فدایی باشه، فدایی اکثریت، اقلیت، کمونیست، هر چی که میخواد باشه، مشروط خواه باشه، و باید این رو گفت که به ناحق اعدام شدن. و من همیشه سعی کردم در این تعادل رو در گفتار خودم حفظ کنم. از هیچ کس پنهان نیست که من یک مشروطه خواه هستم، ولی بر مرام مشروطه خواهی و مرام این که اعتقاد به این داشته باشید که آزادی بیان، آزادی در قلم و یک نفر میتونه رأی، هر رأی که داره باید بهش احترام گذاشت، این اساس و پایه اون چیزیست که همگی ما میخواییم. و در همین جا اینها رو گفتم که از یک بانوی صحبت کنم، بانوی که همه او رو دوست دارن، بانوی که چپ و راست و مشروط خواه و غیره همه به او احترام میگذارن. نام او فاطمه سپهریست. فاطمه سپهری بانویی است که هرچه از شجاعت، استقامت، بردباری او بگویم کم گفتم. زنی که در زندان عمل قلب داشته، جمهوری اسلامی در اینه که خیلی مراعات براش نمی کنه، مسائل بهداشتی رو رعایت نمی کنه، دکتراش رو رعایت نمی کنه، او همچنان ایستاده است. امروز تولد این بانوی بزرگ ایران زمین ماست. تولدتون مبارک. منم میگم رضا شاه روحت شاد، منم میگم خاندان پهلوی برگردین به ایران. شما ایران رو ساختین و اینا اومدن 44 سال ویران کردن، بازم ایران شاید 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 به دست شما نجات پیدا کنه. ما از این مشروع خواهان دیگه بیزاریم، ما دیگه نمیخوایم جمهوری اسلامی و این حکومت الله رو دیگه نمیخوایم. منم میگم باید اونا بیان، به دست اینها ویران شده و باید به دست اونها و به لطف و همراهی مردم ساخته بشه ایران. ایران رو ویران کرد جمهوری اسلامی. منم میگم رضا شاه روحت شاد، منم میگم خاندان پهلوی برگردین به ایران.
شما ایران رو ساختین و اینا اومدن 44 سال ویران کردن، بازم ایران شاید 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 به دست شما نجات پیدا کنه. ما از این مشروع خواهان دیگه بیزاریم، ما دیگه نمیخوایم جمهوری اسلامی و این حکومت الله رو دیگه نمیخوایم. منم میگم باید اونا بیان، به دست اینها ویران شده و باید به دست اونها و به لطف و همراهی مردم ساخته بشه ایران. ایران رو ویران کرد جمهوری اسلامی. فاطمه سپهری متولد سال 1343 است. او فعال سیاسی، فعال زنان و همچنین کسی است که بیانیه 14 نفره رو هم امضا کرد. همسر فاطمه سپهری در جنگ ایران و عراق کشته شد. او در 40 سالگی وارد دانشگاه فردوسی مشهد شد و موفق شد که لیسانس مدیریت بازرگانی خودش رو از این دانشگاه بگیره. این فعال حقوق بشری در 30 شهریور 1401 در روزهای آغازین جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شد. او بازداشت‌های پیشین رو هم داشت در سال 1398، ولی در همین 30 شهریور بار دیگر او رو بازداشت کردند. فاطمه سپهری زنی آزاداندیش است. نزدیک انتخابات که میشه، خب هر کدوم از این رؤسا میان و هر کسی به نوعی مردم رو باز هم میخوان قریب بدن. تمام اینهایی که تا الان اومدن و به نوعی جاشون عوض شده، حالا یکی پست این یکی دیگر رو جابجا شده و نشستن و مردم رو فریب دادن، جز فریب چیز دیگری نبوده. الان میخوان بگن آره مردم بیان که باز مثلا بین بد و بدتر، کدوم بد و بدتر، کدوم بد و بدتر؟ هر چی بوده بد بوده، بدتر بوده. که نه انتخابات آزادی داره، نه رسانه آزادی داره، نه مطبوعات آزادی داره، هیچی نیست جز یک آقای خامنه ای در رأس امور، ولی یه فقیه مطلقه. بسیار عالی. هر برنامه ای بریزه، هر کسی رو بیاره، یک شومنی میره، یک شومنی میاد، ولی در اصل هر چی آقای خامنه ای بگه. فاطمه سپهری که ویدیوهایی که الان مشاهده میکنید از آرشیو و الان ایشون در زندانه، حکم 18 سال زندان رو داره. فاطمه سپهری وقتی که از مهسا میگوید، او مهسا رو فرزند بیگناه ایران میخوانه و از مردم معترض خواسته بود به خیابان بیایند. فاطمه سپهری، زادروزت مبارک باد. آزادی حق همه ماست، آزادی برای ایران زمین ماست. آزادی حق همه است، منم ازش نمیگذرم. من همه جونم و میرم واسه اون که تو زدی. حق نداشتی بکشی مهسا رو واسه رو سری. این خیابونا پر از خونه و من شکسته بالم. حق خونت رو میگیرم با همین جونی که دارم. با این دستای خالی بینندگان عزیز، در این قسمت از برنامه بگذارید سری به رئیس ویدیویی رو براتون پخش کنم که خیلی جالبه و ماهیت یک آخوند رو بیشتر بشناسید. ماهیت آخوندی که پولهای مردم رو میگیره و تازه فکر میکنه که حق این رو داره که پول مردم رو بگیره و تازه طلبکارم هست. من لطف میکنم از مردم پول میگیرم، اینو جدی دارم میگم، به مخاطبم گفتم، گفتم مخاطب تو پول میدی، من دارم لطف میکنم از تو پول میگیرم، برای نوکر امام زمان، برای مال وقفی، برای مسجد خرج میکنم. من که مال خودم نیستم که.
دارم، من طلبت کمکم کن. کی باید بکنه؟ مردم. من نوکری میکنم تا وظیفه اینو که حمایت کنی. و سلام، ندیم به جهنم روز قیامت. تو لیاقت نداشتی که به نوکر امام زمان کمک کنی. یه نفرم لیاقت نداره، برو پول تو خرج دوا دکتر کن. پولی که برای امام زمان خرج نشه، خرج دوا. پول امام حسین نشه، روزه امام حسین نشه، بعد خرج دوا دکتر شه یا بره دخترشو کف خیابون جمع کنه. شماره کار گفتم هر کی حال کرد بده. تازه من توفیقی ها، من توفیق نوکری کنم تام توفیقی که پولتو بده من اینجا خرج کنم. پولت اینجا نه توی میکروفون خرج، برو ساز و دهل آوار بگیر، من جاو تعبیر نشه این کوفته دیگه میشه. دعوه خرج دوا دکتر میشه، دستت بشکن کلت بشکن خرج دوا دکتر بده. اصلا هم خجالت نکش. آقا فرمود آتش بریختار یعنی چی؟ یعنی مسئولین بلاغ هم بد نشون نمیدن، پولم بد نمیدن. برو مردم بگیر مقیاس و خطکش تو صحبت آقا باشه، هر کی مرچی گفت به قسمتی کتف سمت راست حساب کنید. مردم من خرج دارم، به خدا خرج دارم. خب اینم شماره کارت نمیشتم، مصرف شخصی میکنم از این شماره کارت. 1000 تومان بدی میخورم، 10000 تومان بدی میرم نون بربری میگیرم، اگر بشه 20000 تومان خاشخاشی میگیرم، اگر بشه 50000 تومان حلیم میخرم، اگر بشه 100000 تومان کله پاچه میگیرم، اگر بکنی 15000 تومان جوج میزنم. به اندازه که من پول بدید میخورم براتون. طلبکاری شو دیدین که اینقدر اینا وقیحن. تازه میگه من لطف میکنم پول مردمو میگیرم. لطف میکنی پول مردمو میدوزی. اینطوری به خودت بگو، نمیگیری، میدوزی ازشون. یک شعر روی دختر جوانی خونده که این در مورد این دین اینها و مذهب اینها، این آخوندها، و بسیار جالبه که ببینید که اگر کار خیری هم در دنیا اینطوریه، آدم هایی که خیلی خیرن نمیگن که ما چی کار داریم میکنیم. حالا نیا کنید اینا پول مردم میگیره، تازه میگه من داریم من بهتون لطف میکنم پول میگیرم امام حسین رو. هرچی بگین بهشون کم گفتی. بیدین بیدینم اگر ایمان شما هستید، نامرد نامردم اگر مردان شما هستید، ترجیح می بخشم از این پس بی کتابی را، وقتی که آدم های با قرآن شما هستید. می پوسد آخر کنج زندان نابرادرها، یوسف نمی آید اگر کنعان شما هستید. از خوک ها هم بعد از این حیرت نخواهم کرد، دیدم که بی غیرت ترین حیوان شما هستید. ای لکه های ننگ بر پیشانی تاریخ، من نیستم انسان اگر انسان شما هستید. بله دیدید چه شعر قشنگی هم بود، به نظر من خیلی هم میخورد به این صحبت‌های این آخوندی که یه دقیقه پیش براتون گذاشتم. در این روزها قطعی برق و گرانی نان، در 2 هفته پیش من اعلام کردم که 25% افزایش قیمت‌ها، مشکلات اقتصادی، تورم همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری که خیلی‌ها که نه، البته براتون بگم خیلی‌ها نبودن، ولی یک عده آمدن و تبلیغ با پولهایی که خب خرج کرده بودن تبلیغ او رو کردن و گفتن پزشکیان میاد و مشکلاتمون حل میشه. امروز میبینیم که کارگران، مخابرات، بازنشستگان، پرستاران و کادر درمانی همچنان اعتصاب و اعتراضشون ادامه دارد و گرانی مواد غذایی از جمله نان که تنها چیزی که مردم میتونستن در قیمت کم بخرن و بتونن خودشون رو خانواده ها سیر کنن، خانواده هایی که در زیر خط فقر هستن، جامعه ای که فقرش، ایرانی که این همه پول داره فقرش رو تقسیم بندی کردن به زیر خط فقر، فقر مطلق و روی خط فقر، جامعه‌ای که 3 دسته بود و امروز فقرش 3 دسته است، ایرانی که نفت داره، پول داره، سرمایه داره، صرف نجف و نمیدونم لبنان و از اینجور چیزها میکنه، تازه
توی خود سایت خودشون امروز من دو سه روز دیدم که تبلیغ یک هتلی رو میکنن و یک رستورانای رو در کربلا میکنن که چقدر خوبه و اینا ایرونی ها در شریکن و خلاصه پولای مردم رو برداشتن بردن اونجا و خرج میکنن. پزشکیان هم راه رئیسی ادامه داره میده و خودش هم میگه، من که نمیگم، خودش هم داره میگه، کارهای اونم داره ادامه میده. پس بدانید اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. یک قضاوت با شماست ویدیویی رو درست کرده در مورد رشد اقتصادی و با گرانی هایی که هست از جمله نان. با تشکر از گروه قضاوت با شما این رو با هم نگاه میکنیم. دولت وفاق ملی موظف به تأمین حقوق شهروندی همه ایرانیان است و تحقق برنامه هفتم توسعه محورهای همگرایی میان دولت و سایر قوا و ارکان نظام خواهد بود. پزشکیان میگوید دولتش برنامه ای ندارد و سند برنامه هفتم توسعه دولت رئیسی را دنبال می کند. یکی از بندهای آن سند رشد اقتصادی 8% است. تحقق رشد 8% نیازمند سرمایه گذاری سالانه 200 میلیارد دلار است که چنین پولی ندارد. پزشکیان هنوز نیامده نان را تا 50% گران کرد. او قصد دارد بنزین را هم گران کند که پیشران گرانی بقیه کالاها و خدمات خواهد بود. اعتراضات و تظاهرات بازنشستگان، پرستاران و اقشار مختلف هر روز ادامه دارند. آیا پزشکیان هم مثل همه دولت‌های قبلی خامنه‌ای برنامه‌ای جز غارت و چپاول دارند؟ بله، دیدید ویدیو رو و این پزشکیان که از مثل خودشون از اینن هم اصلا من نمیم چطور بعضی فکر میکردن، اصلا فکر میکردن این فرق میکنه، این از توی کیسهشون در آوردن و گفتن اوپس رئیس جمهورش کردن، از خودشونو عینن خودشونه، فرقی هیچ فرقی نمیکنه. ولی باز من نمیدونم چی تو یه وای وای ساده لو نمیدونم در اوج نادانی این کار انجام میدن. خیلی من در تعجبم. یکی از چیزایی که حالا بعد براتون میخوام بگم، در جمهوری اسلامی این روزها دیگه به خودشونم میپرن، حالا خودشونو که میگیرن و حکم براشون صادر میکنن، زندان هم میدن، همچه زنداناشون هم برای مدیر خودشونه، ولی براشون حکم صادر میکنن، زندان صادر میکنن، از اینجور حرفا، ولی به خودشون هم میپرن. حالا میگم این رو برای اینکه میخوام ویدیوی بهتون نشون بدم از امین آبادی علی که به پسر شمخانی، پسر شمخانی اسمش از حسین شمخانی ملقب به هکتور، اسمش اینطوریه، یک جوانی که باید بگم که قراردادهای بین روسیه، رفته بوده روسیه درس خونده بوده و بعد هم حالا قراردادهای بین ایران و روسیه رو اون میبنده و یک جوانی بیش نیست و کلی پول داره، یعنی پولای مردم رو زده به جیبش و حسابی خودش رو پولدار کرده. این آقای ایمن آبادی، غلام جعفرزاده ایمن آبادی، آمده در یک سخنرانی که بر علیه شمخانی و در واقع افشاگری در مورد شمخانیه. براتون میگم که این آقا نماینده رشت بوده و البته براتون باید بگم که ایشون در جنگ ایران و عراق بوده، فلج شده، امروز رو صندلی چرخ داره، نماینده مجلس بوده، خلاصه حالا در صورت بهش هم احترام میذارن یک جورایی، ولی اینها که به هم میفتن اونجا دیدن داره. نگاه کنید و ببینید صحبت های او رو. چکشون این کشور رو تعطیل کنه، خیلی میخواید به جنگی برید غزه به جنگید، بذارید مردم ما آرامش داشته، ما ترسی از جنگ نداریم، ما مرد جنگیم ثابت کردیم، ولی بی خود برای چی مردممون رو به عذاب بندازیم؟ بریم دوست بشیم، رفیق بشیم، با مردم، با دنیا ارتباط برقرار کنیم. من یادمه سال 56 57 همون اوایل 57 شما یادتونه ما دمپایی ساده می
از اونجایی که 2 دقیقه بیشتر وقت ندارم، سپر جان بریم شماره 12 رو ببینیم، در مورد مراسم خیزش زن زندگی آزادی. بینندگان عزیز، روز شنبه 14 سپتامبر در فرزنو خواهم بود و سخنرانی در اونجا خواهم داشت. البته یک شنبهش در لس آنجلس خواهم بود و برنامه رو در لس آنجلس ترتیب خواهیم داد که مفصلا در این زمینه براتون صحبت خواهم کرد. ولی دوست داشتم از همینجا بگم که به هموطنان ما در فرزنو، روز شنبه در فرزنو خواهم بود و سخنرانی در مورد نقش مطبوعات در خیزش زن زندگی آزادی صحبت خواهم کرد که باز هم مطمئناً در برنامه ها پخش خواهم کرد و شما خواهید دید. اگر در فرزنو هستید، امیدوارم که شما رو در این مراسم ببینم. و در صورت همونطور که گفتم، در لس آنجلس هم برنامه خواهد بود و ما در لس آنجلس یک برنامه که البته یک مقدار اشکالاتی با شهرداری لس آنجلس، برای اینکه اونها دارن یک مراسمی رو میگیرن و یک خیابونی رو به اسم مهسا دارن ترتیب میدن که مفصلا در این زمینه هم با شما حسابی حرف دارم، ولی بگذارید که ما امروز باید در کنار هم باشیم و نگذاریم که جمهوری اسلامی موفق بشه به اینکه بین ما تفرقه بیاندازه. امروز جمهوری اسلامی پولهای کلانی رو در همین شهر لس آنجلس ما خرج کرده برای اینکه لس آنجلس سکوت بکنه. امروز ما باید در کنار هم باشیم، چه از من خوشتون بیاد چه از من خوشتون نیاد. بیایید با هم روز یک شنبه ساعت 4 تا 6 روز یک شنبه در وست‌وود خواهیم بود. البته من مفصلا در این زمینه صحبت خواهم کرد، ولی فرزنو رو فراموش نکنید که در اونجا سخنرانی در این زمینه خواهم کرد. در صورت با تشکر از سپر عزیزم در اتاق فرمان و شما بینندگان که نشستید و این دقایق رو با من و همراه من بودید، از همگی شما سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، ساعت دیگر، خدا نگهدار. یادتون باشه قدر هم دیگر بدونید.